دیگه. امی خداوند هم امی مرگ با عزت بدیدم یک چورتم سرت فخر میکنم میگم این آدم به خاطر وطن خود به خاطر نمی ظلم جنایتی که در قشان میشد امی آدم کشته شد دیگه. همه روز جنسیسته که امی کلام های طالب ها که ما ایتو میکنیم کدام رسانه هست که صدای زیاره بلند کنیم رسانه ها بیایی تو دیگه دفعه دیگه جای برطانه میگم دمی داخل پنشیر یک دفعه داخل شده است از هم اولی قریه شروع کن تا آخرین قریش تو فیلم برداری کن صدای مردم ها بلند کن تو صدای مردم ها به جهانی هم برسان هیچی میگه مردم در مقابل ایجا با عرض ادب احترام خدمت تمام ملت رنجیده و مجاهد پرور افغانستان، امیدوار هستم که جور ساعت سلامت و در پناه حضرت حق باشید. الیوم جمعه تاریخ 14 عقرب 1400، موقعیت ما در یکی از کوپایه های هندوکش. اگر در این روزا چند قطع عکس از ما دست داده شده در صفحات مجازی که گویا ما خارج از کشور باشم، دیگه این خبر کاملا بی اساس و بی بنیاد است. در فطرت ما تنها گذاشتن ملت رنجیده افغانستان در شرایط کنونی در فطرت ما نیست. اینجا ما نامردی خطاب میکنیم، ننگ از ما که ما همچه کار را بکنیم. دیگه با ملت افغانستان وعده را میتیم، یک مینان را میتیم که تا آخرین قدری خون ما در مقابل گروه جنایتکار مزدور به نام طالب استاد هستیم و به مقامت خود ادامه میتیم. پیام ما به ملت افغانستان بخصوص با چهره های سیاسی و رهبرهای جهادی همی است که بیای از پرچه پرچه شدن جلوگیری کنیم، دست با دست هم بتیم، پشت گپای نگردیم که ما را به جای نمیرسانه. همه ایتان اتفاق اتحادتان حفظ کنه، بیای با جبه ما و جبه مقامت ملی ما و رهبری احمد مسعود بپایبنده و این وطن از یالت نجات بتیم. تا با کی ما ظلم جنایت طالب قبول کنیم؟ تا با کی؟ همه گی در فرار از خرد هم در گریز است، کلان هم در گریز است، پیسدار هم در گریز است، غریب هم کل گی ترک وطن میکنن. و همه ما شما ننگ است، و همه ما شما شرم است که در حرف اول افغانستان هم میزنیم دیگه حال وطن تنامون. از این گپای ما هیچ رهبر سیاسی، هیچ رهبر جهادی، هیچ چهره سیاسی خفه نشه. ما همه ایتان احترام دارم، همه ایتان دوست دارم، قابل قدر هستی پیش ما. ما اون تا وطن ایلا کردیم، بیای وطن ما را از یه حالت نجات بدیم. تا بکای ما گفتیم همی ظلم جنایت قبول کنیم. حالا اگر طالب رای شق میگود از کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله استفاده کرده، همه روز ظلم جنایت، همه روز مردم کوچت بوری میتن، همه روز در خانه مردم میرن بزور میکشن، پوسته جور میکنن، اموال اشیای اجناس شخصی مردم میبرن. این خو نشد، نه حکومت شد، نه حکومت داری شد. حالا اگر حکومت از یا عادل می بود، اگر حکومت از یا مشمول می بود، تمام دنیا یا را به رسمیت می شنا. اما متاسفانه یا را هیچ کس نشناخته، خوشبختانه که هیچ کس نشناختش. ای با ما شما جای افتخار است، ای با ما شما جای فخر است که جبهه مقاومت ملی ما را تمام دنیا بهدر شناختش، تمام دنیا به رسمیت شناختش. این مال صدای خودمه به خاطر ما بلند نکنه. اگر بیایی بپیوندی در می جبهه وطن از یالت نجات بکنی. دیگه کدام گفتنی خاصی ندارم به رهبرهای جهادی، خفه نشی از گپای ما. و پیام ما به طالبا می است که جز ظلم و جنایت که در حق مردم ما میکنه، بخصوص در حق مردم سمت شمال و در حق مردم ولایت پنشیر، همه روزه از قریه ها به ما گزارش میرسه که شما در فلان قریه طالب آمد جوانا را لتکوب کرد، طالب آمد مردم تیر باران کرد، طالب آمد خانه های مردم را به زور گرفت. تا چی وقتی حالت بدر ما و شما قبول کنیم؟ اون مردم با شما هم میگم همین مرگ حق از خداوند، همین انسان یک روز هست که یک روز نیستش میکنه. بدون رضایت پروردگار یک برگ از درخت نمیرزه. پس بون که مطالب بکشده بخی صدای تا بلند کن، بخی اون زن و پیر و جوان همین میایدن به منطقه دم قریب که یک حالت هم میکنه، تو را در زمینت نمیبره، نمیمانه که بری با کشت کارت، تو را از ساعت 5 بجه 6 بجه شام نمیمانه که در سرک تو بری مریض داشته باشی. تو چی میکنی؟ بخی اما مرگ قبول کن، همین حالت نبینی دیگه. امی خداوند هم مرگ با عزت بدیدم یک چورتم سرت فخر میکنم میگم این آدم به خاطر وطن خود به خاطر نمی ظلم جنایتی که در قشان میشد همی آدم کشته شد دیگه. همه روز جنسیسته که امی کلان های طالب ها که ما ایتو میکنیم کدام رسانه است که می صدای زیاره بلند کنیم رسانه ها بیایی تو دیگه دیگه جای برطانه میگم دمی داخل پنشیر یک دفعه داخل شده است از هم اولی قریه شروع کن تا آخرین قریش تو فیلم برداری کن صدای مردم را بلند کن تو صدای مردم را به جهانیان برسان هیچی میگه مردم در مقابل ایجا.
دیگه ظلم جنایتتان نابخشیدنی است. هیچ وقت ما شما قابل بخشش نبوده نیستی. انشاءالله مطمئن باشه که تغییرات مثبت به نفع جبهه مقاومت ملی افغانستان و رهبری آمر صاحب احمد مسعود آمدنی است و کوشش کنه بازم گپ ما به رهبرای جهادی و چهرهای سیاسی همی است که بپیونده به جبهه ما. ما خود 100% نصرت و پیروزی نصیب ما میشه، باز با بامزدارترش این میشه که هم اقوام در این جبهه اشتراک کنه. دیگه ایتا نشه که باز زمستان تیشه و روسیاگی باز غال بانه. دیگه کدام گفتنی خاصی ندارم، همه ایتانا با الله پاک و بینیاز میسپارم. خداوند برای تکبیر!